همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با ما همراهی میکنه. برای ما بگو که تا این لحظه چی میدونیم از این درگیری مرزی؟ خب آنچه در این تصویر هم میبینیم نشان میده که مرزبانان ایرانی اونجا استاد هستن و نیروهای طالبان هم هستن و رسانه های داخل افغانستان و منابع محلی میگن که نیروهای ایرانی، نیروهای مرزی ایران البته که میخواستن از خط مرزی عبور کردن و داخل خاک افغانستان شدن که گشت‌زنی میکردن. بنابراین طالبان آنها را بازداشت کرده و در بازداشت طالبان به سر میبره، ولی در مورد بازداشت اینا هنوز طالبان واکنش نشان ندادن. این همون تصویری هست که لحظات پیش من اشاره کردم و هنوز طالبان در این مورد واکنش نداشتن و رسانه های محلی گزارش دادن که مرز فعلا مسدود شده و رفت و آمد عبور یا وجود نداره و طرف ایران هم واکنش هایی داشته که در رسانه های ایران منتشر شده. لحظات پیش تسنیم گزارش داد که از مشاور رئیس جمهوری ایران نقل قول کرده و گفته که طالبان میخواستند جاده ای را در اونجا ایجاد بکنن یا هم بسازن که در واقع با واکنش نیروهای مرزی ایران مواجه شدن و اینها بدون اطلاع قبلی میخواستن این کار انجام بدن که مانع انجام این کار شدن و در رابطه با بازداشت 8 سرباز مرزی ایران اما چیزی نگفته و هنوز هم واکنشی نداشتن. غیر از تسنیم بر که بهش اشاره کردی، یا در رسانه‌های دیگه هم مطلبی در این مورد منتشر شده؟ از سمت افغانستان چطور در این مورد چی میگه؟ وقتی ارزیابی بکنیم رسانه‌های دو طرف روایت‌های متفاوت از این داستان میتن. طرف ایران بیشتر مقصر اصلی را طرف طالبان میدونن و در مرز هم وقتی میبینیم، وقتی تصویر میبینیم، طالبان میگن که این نیروهای ایرانی بودن که وارد خاک افغانستان شدن و چنین قضیه ای را ایجاد کردن. حالا دیده میشه که این دفعه اولی نیست، البته از برگشت طالبان در 8 ماه اخیر چندین بار است که این اختلاف و این درگیری مرزی ایجاد شده و حتی دفعات قبل ما شاهد بودیم که دو طرف با توپخانه یکی دیگر را کوبیدن و شلیک کردن و بالاخره با پادرمیانی رهبران طالبان و رهبران جمهوری اسلامی ایران این مسئله حل و فصل شد و دیده شد که اختلافات وجود داره و هرچندی که ما میدانیم رابطه میان طالبان و جمهوری اسلامی رابطه حسنه و یک مقدار رابطه است که دو طرف به او باور دارن، اما این رابطه شکننده است. هر از گاهی چنین اتفاقات میفته و امروز ما در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان واکنش رئیسی را داشتیم رئیس جمهور ایران که میگفت که ما آماده همکاری در مورد امنیت افغانستان هستیم، که نگرانی عمیقش از عملات انتحاری اخیر در ولایت افغانستان ابراز کرد که نشان میده که ایران در رابطه با طالبان زیاد امیدوار نیست و زیاد هم بالاشان حساب نمیکنه. از توضیحاتت ممنونم همکارم تاجدین سروش، اینجا در استودیو با ما همراهی میکرد.